رسیدن سال جدید و نو شدن طبیعت، مازندران جلوه زیبا به خود گرفته و میزبان میلیون ها گردشگر تازه از راه رسیده که یکی از شهرستان های پرمسافر استان تونکابون است. تونکابون از مواهب الهی زیادی برخوردار است که طبیعت زیبای ییلاقات 2000 و 3000 و با قله های پر از برف چشم هر بیننده ای را خیره می کند. منطقه کوهستانی که در بهار جلوه خاصی رو داره. موزه مردم شناسی 2000 آخرین نقطه این منطقه یعنی روستای برسه از جلوه های خاص گردشگری این شهرستان است. اشیای قدیمی منطقه خودمون رو جمع‌آوری کردیم و در این موزه نگهداری میکنیم. یکی از جاذبه های گردشگری تونکابون بومگردی است که یک روز استراحت در سازه قدیمی با غذاهای محلی صفای دیگری دارد. چه شده اینجا رو انتخاب کردیم؟ از تهران اومدیم، بعدم اینجا به خاطر اینکه آرامشش خیلی خوبه، منظره خوبی داره. علاوه بر مهمون‌های اقامتی به صورت پذیرایی آزاد هم برای غذا پذیرایی می‌کنیم. بنا داریم که بیش از 100 واحد بومگردی رو انشالله آماده بهره برداری بکنیم. ظرفیت اقامت در شهرستان برای شبانه 4000 نفر هست. از ارتفاعات تونکابون که به شهر برمیگردیم، رودخانه نظافت شده چشمه کیله، پناهگاه پرندگان مهاجر کاکایی که هنوز به سیبری باز نگشتند، منتظر مسافران است. من از کرج اومدم. از کرج این همه را تو تونکابون، اونن چشمه کیله، پرندگان زیبا. بله بله، اومدیم دیگه اینجا یه خورده به پرنده ها نون بدیم. مسافرین عزیز نوروزی قرار از شهرستان ما و شهر تونکابون دیدن بکنن. یکی از نقاطی که حضور پیدا خواهند کرد ساحل دریای خزره. امروز به همت شهروندان خوبمون اقدام به جمع‌آوری ضایعات و نخاله هایی که در ساحل بود نبودیم. در پایان سفر ماهی سفید صید شده از دریای مازندران را می توانید از بازار ماهی فروشان این شهر به سوغات ببرید. به شما هم میهنان گرامی پیشنهاد میشه که در سفرتون به شمال فرصت دیدار از جاذبه های زیبای تونکابون را از دست ندید.